چالشی که فقط 1% مردم میتونن توی PSP 1 انجام بدن. امروز با یک چالش خیلی سخت طرف هستیم که توی هیچ کدوم از ویدیوهای کانال به این سختی چالش نداشتیم. داستان این ویدیو از این قراره که ما دقیقا از همینجا، یعنی از وسط زمین، باید مقابل 11 تا از بهترین تیم لیگ قهرمانان اروپا، یعنی لیورپول، که بیشترین اوورال دفاع رو بین تیم‌های PSP 1 داره، همینجوری که دارین تو تصویر می‌بینید، یعنی 87 اوورال دفاعش، باید مقابل 11 تا از لیورپولیا از وسط زمین سانت کنیم و بدون اینکه توپ به زمین برخورد بکنه توپ رو گل بکنیم و شوت مستقیم هم نباید بزنیم از وسط زمین. تقریبا میشه فوتبال والیبالی. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد. حتما لایک و سابسکرایب کنید، یوتیوب فراموش نشه، اینستاگرام فالو بکنید، تدر برسیم به 70 کا، هشتگ کن 90 کا و 100 کا. بریم سراغ ویدیو. خیلیاتون میدونم الان دارین این ویدیو رو نگاه میکنید، میگین که چالش آسونی هست، خیلی آسونه، من همین الان انجام میدم. ببین واقعا اون چیزی که من دارم میگم با عملش فرق میکنه و مطمئنم من این ویدیو فکر کنم با رکوردش بالای یه ساعت طول بکشه. ایشالله که ادیتور خسته نشه. خب آقا، همین جوری که داری میبینید ما ترکیب رو بسیار کاستومایزش کردیم و ترکیبمون اینجوریه که راموس و آقای ایکاردی و مارکینیوس که سرزن قهاری هستن و پرش و جامپ خوبی دارن رو گذاشتیم جلو که سر بزنن و نیمار، دیماریو و امباپه رو گذاشتم یکم عقب‌تر که توپ اگه بلاک شد و برگشت بتونن گل کنن توپو. اما خب مغز متفکر اینجا چی میگه؟ مغز متفکر میگه آقا شما فقط هافبک و مهاجم نداری که، اون دفاع هم میتونی یه دونهشو بیاری جلو، کلا دو تا دفاع میتونی بذاری، یه دونه از یه دفاع دیگه میتونی کمک بگیری. آقا یه براتی اینجا به درد نمیخوره، براتی باید بره بیرون به جای یکی که شوت زن باشه. همه بنده خدا تو ان که شوت زن نداریم دیگه. واینالدوم میاریم اینجا و دیگه بریم سراغ ویدیو. و اما اگر یکیتون یه هوش داشته باشه، یه راه داره که ما یکی از دفاعهامون اضافه کنیم جلو، کلا یه دونه دفاع داشته باشیم. اون راه چیه؟ اون راه اینه که همه تیم رو بکشین جلو و همینجوری که میبینید آقای کیمبم میدوه و میرود در محوطه جریمه آنها جا میگیرد و بهترین تاکتیک واسه اینجا دش یا همون حرکته. راستی بازی هم روی حالت سوپر استاره که بدونید واسه کسی مشکلی پیش نیاد و سوال بعدی تو ذهنتون ایجاد نشه، روی حالت سوپر استاره. اولین ضربه رو لیونل مسی میخواد بزنه، میتونید با دایره سانت کنید، میتونید با مثلث و ال یکم سانت بکنید که بکشه پشت و منم همین کارو میکنم. مثلث ال یکو میزنم رو سر فنداک، نباید میکشیدم اما کشیدم چون فنداک بد سر میزنه. بله نشد که بشه. ببین اصلا من میگم از وسط نباید بری، مثلا بذار من این ور هدف بگیرم، اگه بگم کجا میندازه توپو. آه خوبه، راموس پت شارژی بزن دیگه. بذار یه بار با دایره بریم، یه بار با دایره بریم، با دایره نرفتیم، دایره برو با دایره. حالا پاس، حالا پاس، حالا پاس. ببین تعدادمون تو محوطه جریمه خوبه اما ما باید پشت محوطه هم چند تا بازیکن داشته باشیم. بله مربی تمرین و چالش سخت داده به اینا. بذار من با دایر آردو زماندار بندازم ببینم چیکار میکنن. سر به سر بزن، بزنین چم دیگه چیکار میکنیم؟ بذار یه ادوانس دیگه انتخاب کنیم، هدف دور رو بزن. این فارسی هم شده، من اصلا نمیفهمم چی به چیه. بزن هدف دور. حالا راموس سر بزن، مرد بزنین، بزنین. البته دو سه بار خورد زمین توب، نباید اینجوری بشه. حرکت رو بزن، به نظر من حرکت نکن. اینجا آقای فندایکه، اون ور آقا اینجا بهترین گزینه است، رو سر امباپه فکر کنم. نه نه کیمپن بس، بزن بزن بزن. بذار تیمو یه پله بکشیم مثلا عقبتر، یا چند پله بکشیم عقبتر. تو آره برگرد، یه ببینیم چجوری میشه. مثلا من دوست دارم برگردم، بهترین کار اینه که نه چرا استوبش کردی؟ وای ببین ضعفشون روی فنداک و اون بغلیش، این دوتا دفاع آخرشون نندازی کار تمومه. اون چقدر تکون میخورن؟ ما بعد از این ور فقط میتونیم از این ور بریم، مطمئنم فقط از این وره. آرنولد حالا شوت، حالا شوت، نیفته زمین، جان من نیفته زمین. ای گاو نمیدونم چیکار بکنیم، فکر کنم ما ترکیبو عوض بکنیم. اگر سه بار رفتیم جواب نگرفتیم ترکیبو حتما عوض میکنم. نکن تیمو میکشم بالا، فنداک میره اونور، این ور رو دیگه نمیگیره. این خوبه، برو آقا، تمومه، تموم 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 تموم. بزن هد 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 هد. بزنش، بزن هدو. یا ابوالفضل چقدر بد زدش فرمینو رو. این فکر کنم ترکیب مشکل داره. برین جلو، بذار من زماندار بندازم واسهتون. زماندار بلند رو سر ایکاردی، بزن این دیگه بابا. من یکم کات میدم به توپ. آهان رو سر، بزن. وو چه برگردونی زده امباپه. وو آقایون صبر کنید، این واقعا نشد قطعا ترکیب عوض میکنم، 100% عوض میکنم ترکیب اگه نشه. این
ترکیب عوض. سب کن آقا، من باید فکر کنم. اگر بتونید لاشخوری بکنید خیلی کار درستیه در این چالش، چون راحت ترین کاره. البته کلمه درستی نیست، اما خب دیگه چاره‌ای نمیشه. من میگم میسی هم خوبه ها، بیا بذاریم وراتی یا مثلا چه میدونم واینالدوم بکشه که مسی بیاد جلو به جای واینالدوم، چون شوت مسی خیلی بهتره. نظرتون چیه؟ من فکر کنم اینجوری این کارو بکنیم بهتره. من میگم مسی بیاد به جای واینالدوم، بعد اینا سی اف بشن، مثلا دیماریا بیاد مکان، میخوام بیارم دیماریا رو یکم اینورتر بذارم، یا اصلا بیا اینا رو بذاریم کامل کنار که دفاعها اینا رو داشته باشن، وسط یکم خالی تر بشه. نظرتونه یا نه؟ من فکر کنم این کارو بکنیم بهتر باشه. فکر میکنم البته اینا هم یکم باز بشن، بعد بذاریم مثلا واینالدوم بکشه دورها رو، واینالدومی چه میدونم یکی دیگه بذار بکشه، کیمپمبه بذار بکشه، حرکتو بزن. الان من مثلا دیماریا نیمار رو شما رو باز کردم، دوباره چپیدین تو هم که اصلا نباشی. ولی دیماریا احساس میکنم نه تکون نخورین دوستان، برین برو دیماریا خالی، یا برو دیماریا بزن، نه زمین نخوره. هدف پرتاب و نگهداری چی میگه؟ بزن اینو ببینیم چیه. این که من از فارسی چون نمیفهمم که، بزن بریم. آهان بیا دیگه، بریم تو حرکت. آهان خط آفسایدو کشین عقب، برو بریم راموس. آهان هد بابا موری تا هد بزنی، چرا هی میچپین یه جا این همه جا؟ بریم ببینم. برو نیمار، برو بابا. نه وای، تو که نمیتونی بزنی واسه چی جلوی توپ وای میسی آخه؟ ببینی به نظر خدایی داره تایم ویدیو زیاد میشه، ما هنوز هیچ کاری نکردیم. بزنی کاردی، وای بهترین موقعیتمون بود، چرا زدی زمین؟ برو راموس، حق با توه راموس، برو بابا گم شه، برو کنار رابرتسون دیگه، برو کار تموم کن راموس، برو کار تموم کن. وای مسی توی دروازه، تمام میکنه این چالشو. نگاه کنید آقا، توپ سانتر شد توسط کیمپمبه عزیز دل، سانتر میشود تو بدون اینکه توپ یک ذره زمین بخوره، مسی زد تالاپ رفت تو گل. اگه این چالش رو خودتون انجام دادین و تونستین انجام بدین مقابل لیورپول، حتما استوری کنین، من هم تگ کنین، میبینم و بهترین ها رو استوری میکنم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب کنین، یوتیوب فراموش نشین، اینستاگرام فالو بکنین، سیتر بسین به 60 کو 70 کو 80 کو 90 کو. ممنون که تا آخر ویدیو نگاه کردید. فعلا تو ویدیوهای بعدی.